بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام من و همکارانم در شبکه امام حسین علیه السلام رو از کربلای معلا و بین الحرمین آقا امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام پذیرا باشید. خداوند بزرگ و منان رو هزاران هزار مرتبه شاکریم از اینکه به ما توفیق نوکری در درگاه اهل بیت عصمت و طهارت رو عنایت کرد و به ما عمری داد تا در جوار مرقد مطهر و بارگاه شریف آقا امام حسین علیه السلام نوکری ایشون رو بکنیم و در خدمت عاشقان اهل بیت باشیم. شما بیننده عزیزی که به عشق امام حسین علیه السلام تلویزیونتون رو روشن کردید و شبکه امام حسین علیه السلام رو انتخاب کردید تا بیننده برنامه سرزمین عشق باشید به صورت زنده از کربلای معلا، خوش به سعادتتون و انشالله امام حسین علیه السلام و کردار و رفتار ایشون روشنگر راه زندگی شما بیننده عزیز و تمامی ما انسانها باشه، نه فقط مسلمانان و شیعیان، چون امام حسین حقیقتاً فقط به شیعیان اختصاص ندارن. امام حسین سفینه نجاتی هستند برای تمامی بشریت. هر کسی که وارد این سفینه، وارد این کشتی بشه نجات پیدا میکنه و هر کس از اون تخطی بکنه و عدول بکنه مطمئنن در طوفان حوادث و طوفان بلاها و گرفتاری های این دنیا غرق خواهد شد. برنامه سرزمین عشق رو با افتخار در خدمتون هستیم و میزبان مهمان عزیزی همچون جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ فاضل کتکنی هستین در این مکان مقدس. از طرف شما و خودم خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و دعا برای توفیقاتتون و عزیزان خدمتگزار و توفیق سلامت و سعادت و تشرف به این آستان مقدس رو برای همه بینندگانی که در این ایام عزیز عرائض ما رو می شنوند از خداوند متعال تقاضا دارم که همه به این فیض برسند و الان از دور عرض سلام و ادب و احترام دارند، از نزدیک در بین الحرمین ان شاء الله بتوانن عرض ادب و ارادتشون رو حضوری تقدیم امام حسین و برادر بزرگوارشون ابوالفضل العباس علیهم السلام داشته باشن. الهی آمین. خیلی ممنون. واقعا این دعایی که من مطمئنم دل همه بینندگان عزیز رو به شادی و شعف میاره از اینکه کسی دعا بکنه براشون که انشالله بتونن مشرف بشن به زیارت آقای امام حسین علیه السلام. ما هم قبل از اینکه حالا بینندگان در حقیقت وارد بحث بشیم و مباحث رو پی بگیریم، از طرف همه شما عزیزان و خوبان سلام می‌خوایم داد خدمت آقای امام حسین و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و انشالله که این سلام ذخیره قبر و قیامت هم باشه. حاجا با اجازه شما. انشالله به نیابت همه عزیزان و بینندگان و ملتمسین دعا عرض سلام هر شب رو انشاءالله داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین السلام عليك يا ابن سيد الوسيين السلام عليك يا أبا الفضل العباس وأبا الحوائج إلى الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
چه جای باصفایی کربلا و چه جای باصفاتری بین الحرمین آقا امام حسین علیه السلام. انشالله که قدم زدن در بین الحرمین نصیب همه شما خوبان و عاشقان حسینی بشه. کربلا رمز انسانیت، رمز آزادگی و ایستادن در مقابل ظلم. آیا فقط کربلا رمز این موارد هست؟ آیا درس‌های دیگه‌ای میشه از کربلا گرفت؟ آیا مطالب دیگه‌ای هست که با توجه به اونها و خورد شدن توی افرادی که در کربلا بودن، درس‌های دیگه‌ای از زندگی از واقعه عاشورا و کربلای حسین بگیریم؟ انشالله امشب با حضور کارشناس عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ فاضل کتکنی میپردازیم به بعدی برجسته از ابعاد انسانساز کربلا. آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، قمر منیر بنی هاشم، که حقیقتا این شبها از ابتدای برنامه راجع به خود آقا امام حسین علیه السلام، راجع به آقا امام سجاد علیه السلام، آقا امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت شد، راجع به بیبی زینب سلام الله علیها صحبت شد، دیگر راجع به آقا ابوالفضل عباس علیه السلام که صحبت کنیم. اگر اجازه بفرمایند بینندگان عزیز و با اجازه از کارشناس عزیز برنامه، بحث امشب رو حاجا اختصاص بدیم به آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. با این سوال اجازه بدید شروع بکنیم که آقا ابوالفضل عباس معروف هستن به احترام و ادب در مقابل امام زمانشون آقا امام حسین علیه السلام. از شما میخوام که بفرمایید منشأ این ادب و احترام آقا ابوالفضل عباس علیه السلام چی بوده که ایشون استثنایی در ادب و احترام نسبت به امام هستند که زبانزد خاص و عام هم هست. در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه خیلی سوالهای حساب شده مفید برای گوینده و شنونده رو دارین. با کمال افتخار در محضر مقدس و مقابل گنبد مطهرشون امشب فضا رو به نام این باب الحوائج الالله ابوالفضل العباس علیه السلام منور و معطر می کنیم. مسئله هست و اون نقش اساسی مادر در تربیت اولاد، هم از نظر وراثت و هم از نظر تربیت. حالا انس با مادر، شیر مادر، مسائل اونها حساب دیگری و اونها هم مؤثر است، اما اینقدر این مسئله مهم است و محسوس که اگر پدری از نظر کمال یه پیغمبر عظیم و شأنی باشد، اولوالعزم، اما در مادر نقیصه‌ای باشد، کمال پدر نمیتواند اون نقیصه مادر رو جبران کند، اثر خودشو در اولاد میگذارد. اگر پدری کامل العیار مثل امیر المؤمنین علی علیه السلام باشد ولی کمبودی در مادر، در این حال اثر خودشو دارد. من دو تا شاهد، یکی تاریخی یکی قرآنی، عرض می کنم. و اما شاهد قرآنی پسر حضرت نوح هست. آن بزنید، من میدونم که بینندگان عزیز هم مطمئنن راغب هستن که انشالله این مثال رو بشنون. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، دوستان من در اتاق فرمان تصاویر زیبایی رو آماده کردن و از گزارش اربعین یک در حقیقت مطالب رو آماده کردن، اون رو با هم ببینیم و بعدش انشالله به ادامه بحث بپردازیم. با اجازه شما، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، یک گزارش از اربعین رو با هم ببینیم، دوباره به بحث برگردیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. زوار يا حسين زوار نحمل العايه جينا للشايه
کجا دارید پیاده میایید؟ ما داریم از نجف میایم. چند روز الان تو راهی؟ الان 4 روز. 4 روز. چرا دارین همه راه پیاده میرید؟ یه عشق امام حسینه. اگر امام حسین به طلبه ان شاء الله بریم سمت حرم. برسی حرم آقای امام حسین، ذریع ششوشی آقا رو ببینیم. چه چیزی میخوایم با آقا ببینیم؟ کلی درد دل دارم که میخوام برم به امام حسین بگم. انشالله قسمت داشته برسیم. انشالله. چه حرفی داری برای اون کسانی که میتونستن بیان و شرکت کنن توی زیارت اربعین اما نیومدن؟ حالا من سال اول هم اومدم تا الان امام حسین نطلبیده بود. حالا اگه بهشون پیشنهاد کنم که بیان، حتما بیان جمعیت رو ببینن. عجب شما خیلی. شما که اولین بار اومدی 4 روزه داری قدم میزنی که برسی به حرم و بارگاه آقای امام حسین علیه السلام. چه حس و حالی داری؟ چطور بود راه؟ خدمت چطور بود؟ خستگی چطوره؟ حالا خستگیمون از روی بدنی که همه خسته میشن، ولی همین که نیم ساعت استراحت میکنم خودش خستگی بعد. چه حسی داری؟ حالا حس خوبی. من تا الان همچین جایی نیومد بودم، همین کاری نکرده بودم. در امام حسین به طلبه نبری. انشاءالله رسیدین حرم دعا میکنید. یا علی سلام علیکم آجا. خوبی انشاءالله. آجا چرا داری پیاده میریم؟ لطف امام حسین، کرم امام حسین، یا امام حسین، به نیت امام حسین، به نیتی زجرایی که اون موقع اینا کشیدن. آجا برسی حرم امام حسین چه چیزی میخوای به امام حسین بگیم؟ اول شفاعت همه این مریضا را از امام حسین میخوام، سلامتی برای همه شیعیان علی ولی الله، دوم هم سلامتی آخر عاقبتی بر تمامی جوونا. انشاءالله. انشاءالله. دعا میکنیم. سلام علیکم. خوبین شما آج آقا؟ باشم. آج آقا از کدوم شهر تشریف بودیم؟ من از شهرستان میانه. خوش اومدید. تبریز. سلامت باشم. چند روز داری پیاده قدم؟ تمام 2 روز و نیمه. از نجف پیاده رو افتادیم. از نجف بریم. چطور بود راه از نجف تا الان که اومدی اینجا؟ چیزی هم نمونده انشالله که برسین کربلا. چطور بوده راه؟ خدمت چطور بود؟ سر تا سر زیبایی بود. اصلا من بدون زیبایی هیچ نه. واقعا نمیشه توصیف کرد. اصلا نمیشه توصیف کرد. قابل توصیف نیست. چندمین باره دارین؟ من اولین بارمه. اولین بار. برسی حرم آقای امام حسین علیه السلام، وقتی که ذریح شش گوشه آقا رو ببینید چه چیزی میخوایم با آقا بگیم؟ ظهور آقا زمان میخوام. ای زائر حسین، راه تو را میخواند. بیننده های عزیز، این گزارشی که دیدید زیبا از مشایع و پیاده روی اربعین، این مطلب رو در ذهن آدم تداعی میکنه که هر جور که میشه خودم رو برسونم به پیاده روی اربعین تا خدای نکرده روز قیامت جای من بین زائرای اربعین آقا امام حسین علیه السلام خالی نباشه، اونجایی که حضرت زهرا سلام الله علیها داره صله میده به زائرای آقا امام حسین. مواظب باشید جاتون خالی نباشه. حاج آقا اگر اجازه بفرمایید اون مثالایی که میخواستید بزنید رو استفاده بکنیم تا بیشتر آشنا بشیم با مصدر در حقیقت ادب و احترام آقا ابوالفضل عباس علیه السلام نسبت به امام حسین علیه السلام. در خدمت هست. بله، عرض میکردم که نقش مادر در تربیت اولاد هم از نظر وراثت و هم از نظر تربیت مؤثرتر است و کمال پدر، نقیصه و نقصان مادر را اگر باشد نمیتونه جبران کنه، ولو پدر پیغمبر اولوالعزم باشد. بله، عرض کردم که یک شاهد قرآنی، یک شاهد تاریخی در این وقت محدود عرض میکنه. درست. اما نسبت به قرآن کریم می‌فرماید نوح پیغمبر با همه عظمتش، با همه رنج و زحمتش برای دین خدا مدت طولانی، چون می‌دانید عمر حضرت نوح 2500 سال است،
و 950 سال دوران نبوتشون بوده. نبوت به صد هدایت و رنج و زحمتشون بوده. این پیغمبر با این عظمت پسری نااهل داشتن. بله. که حتی نوح احساس کرد که ممکنه وقتی عذاب نازل بشود که خبر داده بود ذات اقدس حق، اینم جزء گرفتار در عذاب الهی باشد. شرایط آماده شد، نوح فرزندش هست، دلش می سوزد، از خدا خواست خدایا وعده دادی اهل ما رو نجات بدی، این فرزندم مشرف به هلاکت است. خطاب به قرآن که بیان می کند فرمایش و خطاب حق رو، انه لیس من اهلک، او رشته نبوت و عبوت و همه رو قطع کرده بر اثر انحراف. بله. این دیگه اهلیتی برای فرزندی شما ندارد. به کجا میرسد ریشه یابی این مسئله که نوح چرا اینجور فرزندی داشته باشد حالی که پیامبر اولوالعزم خدا بود؟ قرآن میفرماید نوح و لوط دو تا پیغمبر اما همسران نالایقی داشتند. بله. که در امر وحی و نبوت و اسرار نبوت و داخلی با دشمنان و منکرین خدا همکاری میکردن. تعبیر قرآن این است که این دوتا همسر کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما، اینا دوتا زن در خانه این دوتا پیغمبر اهلیت و لیاقت نداشتن، وقت نتیجه میشه این فرزند مثل فرزنده بود. این حسابه. بله. لذا شاعر میگه پسر نو با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. درست است، هم نشینی با افراد ناصالح اثرشو داره، ولی اون زمینه‌ای که فرزند نو از خاندان نبوت بره با نااهلان بنشیند که خاندان نبوتش به قول شاعر گم بشه، اون زمینه رو خیانت مادر، ناسازگاری مادر، عدم لیاقت مادر باعث شده است. این فرزند در دامن اونجور مادری است. و اما شاهد تاریخی. بله. ما در زیر این آسمان در گذشته و آینده عالم شخصیتی مثل امیر المؤمنین علیه السلام بعد از پیغمبر اکرم ندارد. درست. این انسان کامل وقتی نقیصه‌ای در همسر هست در فرزند امیر المؤمنین اثر میگذارد. در جنگ جمل وقتی برنامه نصیحت و هدایت و اینا مؤثر نشد و قتال رو اونا آغاز کردن، بعد امیر المؤمنین دستور حمله رو صادر کرد. بله. پرچم رو به دست پسر بزرگوارشون محمد حنفیه داده. بله. فرمودن مرکز اون شطور و مرکز اجتماع این سران این نفاق است، اونجا هدف باشد، اونا رو تارمار کن، از صحنه بیرون ببر، آتش جنگ با اقل تلفات میخواهد. بله. محل رو معین کردن، دستور حمله دادن. بله. پرچم رو دادن، پسر به امر پدر حمله رو آغاز کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام دیدن وسط حساسیت حمله پرچم متوقف شد، پیشرفت نمی کند. امیرالمؤمنین هم که مرد جنگ و رزم و جهاد و جبهه و به تمام فنون آشنا هستند، وقت توقف نیست، با سرعت خودشون رو رسوندن کنار پرچمدار فرزندشون. پسرم چرا توقف کردی؟ چرا پیشرفت نمی کنی؟ که پدر تا حمله رو آغاز کردیم تیراندازان دشمن شروع کردن، ما
من توقف کردم یه مقدار تیراندازی فروکش کند به حمله ادامه بدم. حضرت دست گذاشتن رو شانه عزیزشون، فرمودن ادرک که ارقون من امک، این ضعف ای برداشت از ناحیه مادر است. اگر مادر تو هم از خاندان شجاع رزمنده تجربه دیده در میدانهای جنگ و جهاد بود، حالا وقت توقف نبود، اما این اثر از مادر. پرچم رو گرفتن به دست امام مجتبی علیه السلام دادن، با یک حمله برق‌آسا نتیجه حاصل شد. این اثر مادر. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله یک دستوری برای انتخاب مادر و ازدواج و همسر دارند که عجیب، با کلمه اعلام خطر در عربی، آجیر خطر، کلماتی است وقتی مسئله خیلی مهم و خطرناکه با این جملات آغاز می شود. در مجمعی در مسجد النبی، حالا صحبت از ازدواج بوده، انتخاب همسر بوده، پیغمبر خطاب به مسلمانان که در محضرشون هستن فرمودن ایاکم و خضراء الدمن، دوری کنید مسلمان ها از گلی که در محل نامناسب می روید. به اون گل نزدیک نشوید، اون گل رو نبویید، آیندتون رو تباه می کند از این نسل. یه نفر عرضه داشت یا رسول الله و ما خضراء الدمن، یا رسول الله مقصودتون چیه از این گل رویده از محل نامناسب، ببخشید کسافت، مذبله، زبالدان، گلی زیبا، چیه مقصودتون؟ فرمودن انتخاب همسر، شریک زندگی و مادر برای فرزندان. اگر زنی دختری شرایط ظاهری مناسب دارد، جاذبه ظاهری دارد، گول اونها رو فوری نخورید. ببینید این زن، این دختر در چه خاندانی پرورش یافته است. اگر در خانواده های اصیل، مکتبی، معتقد، پایبند به مبانی دین، دیانت، مسائل اجتماعی مناسب، اما اگر در خانواده های بیبندوبار، غیر مقید به مبانی دین، خاندانی بی حجاب، بد حجاب، آلوده به انواع گناهان و مفاسد، این نمیتوند در دامنش فرزند شایسته تربیت کند، نمیتوند مادر شایسته و مربی برای این خانه و زندگی باشد، نمیتوند مورد اعتماد باشد که بتواند اولاد صالح تربیت کند، چون نقش اساسی رو عرض کردم مادر دارد. حدیث رو تکرار میکنم، ایاکم و خضراء الدمن، دوری کنید از گلهای روی مزبله رویده، به اون گل نزدیک نشوید که شرایط این چنینی دارن و نمیتوانن مسئولیت کامل خودشون رو در تربیت اولاد عمل کنن. شما به تاریخ هم که مراجعه کنید، جنایتکاران، خونریزان، افراد نالایق اجتماع برمیگردد به دامن مادر. شما میسونه مادر یزید رو، شر حالش رو نگاه کنید. بله. مادر چنگیز مغول کی بوده؟ حجاج در دامن چه مادری شیر خورده است؟ مراجل کیه مادر مأمون که برادرش رو میکشد؟ خود معاویه که بر خلافت مسلط بشه. هر جانی رو شما نگاه کنید، وقت هند جگرخوار رو ببینید،
مادر معاویه رو اونا رو حساب کنید، اینا همه به دامن مادر برمیگردن و از این طرف شخصیت های برجسته، خدمتگزاران جامعه، افراد صالح، علما، صلحا، شخصیت های برجسته مفید به حال جامعه تا میرسد به ائمه علیهم السلام که اشهد انکم کنتم نورا فی الاسلاب شامخه والارحام المطهره، ائمه ما، مادرانی پاک، دامنهای پاک، رحمهای شایسته شما را پرورش دادن و تربیت کردن. شامگاه شهادت امام مجتبی علیه السلام هم هست، دیشبم به حمد الله خدا توفیق داد تا اونجا که میسر بود عرض ادب کردیم، درس های آموزنده از حضرت تذکر دادیم. یک آیه قرآن تأویلش رو عرض می کنم به این مناسبت. قرآن در باره ازدواج امیر المؤمنین و فاطمه زهرا علیهما سلام الله این آیه مبارکه رو به اون ازدواج تأویل فرمودند. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. میفرماید که دو تا بحر، دو تا دریای بیکران، بحر ولایت علوی و بحر عصمت فاطمی به وسیله برزخ، یعنی واسطه وسیله، عالم قبر رو هم عالم برزخ میگن چون واسطه بین دنیا و آخرت است. واسطه این ازدواج الهی به وسیله پیامبر عظیم الشان خاتم و اشرف انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله صورت میگیرد. این ازدواج با اون سوابق، با اصرار دیگران، با جوابهای پیغمبر به این عظمت حسب الامر ذات حق، نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. لؤلؤ و مرجان یعنی امام حسن و امام حسین محصول زندگی باشند. بله. خیلی بجاست، یه شاهدی هم از زندگی امام در شب شام غریبانشون عرض کنم، خیلی آموزنده است و این درس فاطمه علیها السلام برای همه بینندگان، اونایی که بخوان اولاد سالم صالح تحویل جامعه بدن، اونایی که میخوان باقیات و صالحات و میوه درخت زندگیشون فرزندانی شایسته، مؤمن، معتقد به ذات اقدس احدیت، پاک، پاکیزه، اهل انجام فرائض دینی که وسیله دعا برای بعد از مرگ و مردنشون هم باشد. این درس حضرت فاطمه در یک نقش مادر شنیدن دارد و عمل کردن. امیر المؤمنین سلام الله علیه منزل می آمدن، می دیدن اون آیه ای را که پیغمبر اکرم امروز نازل شده در مسجد تلاوت کردن، صدیقه طاهره برای حضرت قرائت می کنن. اون حکمی که امروز واجب شده یا اون موعظه پیغمبر رو حضرت زهرا بیان میکنن. حضرت فرمود فاطمه جان شما مسجد تشریف نداشتی، نیامدی و صدای پیغمبر منزل نمیاد، این آیه امروز نازل شده، این دستور امروز، حضرت شما از کجا بلدی؟ عرضه داشت یا امیرالمؤمنین من حسن 5-6 ساله ام رو به مسجد میفرستم. چرا؟ این درس که فرزند مسلمان باید با مسجد، با نماز، با جلسات دینی مذهبی آشنا باشد.
مسائلش رو بیاموزد. خب از کجا میخواد با واجبات دین، با مسائل، با درس‌های زندگی آشنا بشود؟ من فرزندم رو به مسجد میفرستم، وقتی که برمیگردد ازش سوال میکنم عزیزم کجا رفتی؟ امروز پیغمبر چه فرمودن؟ یا امیرالمؤمنین، اون چه شنیده از پیغمبر مانند جدش برای من بیان میکنه. اضافه فرمودن علی جان نمیخوای سخن گفتن یا به قول ما منبر رفتن عزیزتو ببینی چه جور قشنگ صحبت میکنن، چه جور بیانات جدشو بازگو میکنن. یه روز زودتر از مسجد خانه تشریف بیارید، جایی باشید و بشنوید چه میگوید امام مجتبی عزیزتون حسن ابن علی. امیرالمؤمنین زودتر آمدن، پشت پرده دربی مخفی شدن، عزیزشون از راه رسید، طبق معمول به مادر سلام کرد. مادر سوال کرد حسنم عزیزم کجا بودی؟ مادر مسجد، ساعت صحبت و درس زندگی و بیانات جدم پیغمبر از مسجد بودن. پسرم امروز جدتون چه فرمودن؟ شروع کرد آیه رو تلاوت کردن و آیاتی که نازل شده بل. مطالب جدشون، اما گاهی یک لکنتی هم در زبانشون ایجاد می شود. یه مرتبه، دو مرتبه، مرتبه سوم حضرت ایستادن، توقف کردن، سر بلند کردن، فرمودن یا اما قل بیانی و کل لسانی که ان سیدن. الله مادر، بیان من امروز کن شده، گاهی لکنتی در زبانم ایجاد می شود، نمیدونم چرا. امروز من احساسی دارم مثل کسی که در مقابل یک استاد، سید و استاد بزرگواری بخواد صحبت کند و ابهت او رو گرفته، من اون حالت رو احساس می کنم. دیگه امیرالمؤمنین به قول ما طاقت نیاوردن، از محل پشت پرده بود، دری بود باز شد، آمدن عزیزشون رو در آغوش گرفتن و بر اون لبها بوسه زدن و بر مادری که محصول زندگی و تربیتش اینه درود فرستادن. این نقش اثرگذار مادر. و اما ابوالفضل العباس سلام الله علیه، مادر به نام ام البنین، از قبیله بزرگ، قبیله کلابیه، با تحقیق و تفحص عقیل که یک تخصصی در انساب عرب داشت، شناخت کامل داشت، معروف بود در این قسمت. امیرالمؤمنین بعد از شهادت صدیقه طاهره علیها السلام مدتی که گذشت با ایشون در میان گذاشتن که شرایطی میخوام، همسری از قبیله بزرگ و اهل بزم و رزم و شجاعت و قدرت، اصالت، این مسائل باشد. نشانه هایی رو فرمودن، عقیل، عرضه داشت، سمعن و طاعه. بعد از تحقیق و از نظر گذراندن بسیاری از قبائل، فاطمه کلابیه رو در نظر گرفتن، آمدن به عرض امیرالمؤمنین رسوندن، اجازه فرمودن که بروند ببینن آمادگی اونها چقدر است. از طرف امیرالمؤمنین آمدن، تا نشستن دختر پدر رو صدا زد، فاطمه بود اسمش، بله، عرض کرد که بابا اگر با کمال حیا خجالت، اصلا حالت خاصی داشت ولی دلش میخواست مطلب رو هم به عرض پدر برساند، پدر اگر به عنوان خواستگاری از طرف علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین آمدن، دست رد به سینه اونها نزنی که من خواب عجیبی دیدم. پدر و
فرمود که چه خوابی دیدی؟ این قبل از خواستگاری قبل از خوابی برنامه ده. گفت در عالم رؤیا دیدم خورشید روی دیوار خانه ما سردر منزل از اونجا طلوع کرده و تمام فضای خانه را نور خورشید روشن کرده است. حالا که صبح شده اینها آمدند، من تعبیرم این است که امیرالمؤمنین علیه السلام قدم در این خانه گذاشتن، با افتخار همسری پذیرفته شد. آیان به خانه آمد، من به کدام رفتار این مادر هم در زندگی و تربیت ابوالفضل و قبل از ولادتشون و هم بعد میخوام اشاره کنم و این درسی باشد. خب در اجتماع مادری در حادثه‌ای از دنیا میرود، مرضی تصادفی پیش آمدی، یا سخت‌ترین و بدترین و مکروه‌ترین اجازه درباره طلاق است که خدا بیزار است از این مسئله، ولی راه رو هم نبسته برای موارد مبغوظ‌ترین حلال خدا هستش، بله، که چه اثرات سوی دارد. اولاد انسان اگه اولاد باشد زنده یتیم است، در نتیجه خوب از پدر محروم، از مادر محروم و تمام این کارتون خوابی، این عقده ها، این مسائل که اینا در یک اشتباه، در یک لجاجت، عدم کوتاه آمدن، یه زندگی متلاشی میشه. مسئله طلاق به میان میاد، این عزیزان از دامن پدر، مادر، زندگی شیرین محروم میشن. گاهی هم خب پدری مجبور است ازدواج کند، مادری میاد گاهی با رفتار سو جوری با اینها عمل میکند که اینا بالاجبار خانه و زندگی رو ترک میکنند، آواره میشوند از رفتار سو این مادر که نمیتواند فرزند دیگری رو ببیند. باید این عاطفه‌اش، انسانیتش، وجدانش، دینش بگه اینا از نعمت مادر محروم شدند، من جبران کمبود او رو بکنم، نه که بر ناراحتیشون غم و غصه شون بیفزاید. این نقل شده است، بسیاری از اساتید اهل منبر شنیدم که وقتی فاطمه کلابیه به خانه امیرالمؤمنین وارد شد، در اولین معارفه و گفتارها بیانش این بود به فرزندان صدیقه طاهره، مخصوصا به زینب کبرا، که من فکر نکنید به عنوان مادر اینجا آمدم، با اون دید به من نگاه نکنید، مادر شما فاطمه زهرا سیده نساء عالمین است، من آمدم خدمتگزار شما باشم و در قیامت مورد لطف مادرتون فاطمه قرار بگیرم. چه معرفتی داره این من مادر. آمدم که در قیامت بگم فاطمه عمری خدمتگزار زینب تو و فرزندان تو بودم. این دید، این برداشت، بعد هم که خدا چهار پسر شایسته به حضرت داد که این پسرها در دامن این مادر، حضرت به ام البنین ملقب شد، بله. اسمش فاطمه اما لقب ام البنین، یعنی مادر پسرها، چون کنیه ها و لقب های عرب با مناسبت است. ولی روزگاری آمد که این زن با وفا فرمود مرو ام البنین هم صدا نزنی، چون همه پسر. اما شاهدی که به اختصار حقیقت مطلب و عمق وفاداری این زن، احترامش به فرزندان فاطمه، مخصوصا امیرالمؤمنین علیه السلام رو میرساند اینجاست. وقتی که بشیر آمد، اربعین هم نزدیکه، در بازگشت اهل بیت به مدینه، امام چهارم بیرون دروازه توقف کردن، خیمه زدن، این بشیر
شاعر بود، ارادت داشت، آدم آگاهی بود. حضرت فرمودن بشیر تو پدرتم اهل شعر بوده، برو هر جور دلت میخواد اگر اشعاریم بلدی. آمدن اهل بیت امام حسین روزن و بچه رو به مردم مدینه خبر بده. بشیر آمد، یه پرچم دستش سوار بر مرکب در شهر مدینه این شعر رو خوند با صدای بلند: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین. مردم مدینه دیگه منتظر حسین نباشید، جوانان مدینه منتظر علی اکبر نباشید. سیل جمعیت بیرون آمدن، شاهد اینجاست. بشیر میگه دیدم یک خانم مجلله مورد احترام، همه سلام میکنن، اگر کسی نشسته جلوش بلند میشه، دست یک آقازاده رو به نقل بعضی ها دو تا پسر بچه رو گرفته میاد. من از احترام مردم، از عظمت این زن سوال کردم که اگر آمد جوابی مناسب بدهم. گفتم این خانم رو بشناسم. کسی کنارم از روی مرکب که این خانم مجلله کی است؟ گفتن بشیر، ایشون ام البنین مادر ابوالفضل است. میگه دیدم به طرف من میاد، به احترامش از شتر پیاده شدم، سلام کردم. فرمود بشیر شما هستی؟ گفتم آری. از کربلا خبر آوردی؟ بله. از آقا و مولای من بگو چه خبر داری؟ گفتم مادر از عباست سؤال میکنی؟ گفت نه، من و عباسم، من و فرزندانم، عالم فدای ابا عبدالله الحسین. دقت کنی، فرمود من از مولا اول سؤال میکنم، فرزندان من غلام حسینن، نوکر حسینن، بگو آقا و مولاشون ابا عبدالله در چه حالی است. خب کم کم خبر شهادت رو میشنود، در عزاداریش هم فراموش نمی کند. ضمن اشعارش روزهاش برای فرزندانش میگه عباسم برای تو گریه کنم، عزیزم برای تو. نه نه، شما مادرتون زنده است، وقت گریه هست، من برای حسین عزیزی عشق می. سبحان الله، ای رحمت خدا بر تو ای ام البنین، و چنین فرزندی شایسته توست. اون وقت این مادر با این روحیه، با اون رفتار با فرزندان فاطمه، فرزندی تربیت می کند که ابوالفضل 32 سال زندگی کرد با حسینش بود، به امام حسین برادر خطاب نمی کرد، می خواست صدا بزند، عرض ادب کند، می گفت سیدی و مولا، آقای من، سرور من، تاج سر من، در طول عمر برادر رو برادر خطاب نمی کرد. بهش سوال می کردن شما چرا حسین رو برادر خطاب نمی کنی؟ می گفت من فرزند ام البنینم، حسین فرزند صدیقه طاهره فاطمه زهراست، من لایق برادری ایشان نیستم. جوابهای این چنینی می داد. این از نظر ادب، از نظر فداکاری، از نظر ایثار، از نظر محبت و عاطفه. این مسئله که زیاد شنیده شده شاید عادی باشد، انسانی تشنه 3 شبانه روز آب به لبهای خشکیده اش نرسیده، حتی در وقتی که آب میسر بود سهمیه رو به فرزندان برادر میداد. حالا به دستور امام برای آوردن آب آمده، 4000 موکل بر شریعه فرات رو عقب رونده، با ضربات نیزه، شمشیر، این برخوردها، هوای گرم، جراحت ها، خون میاد، بر تشنگی میافزاید.
با اون حال به امواج خروشان فرات رسیده، بی اختیار از شدت آتش و گرما دستها رو برد زیر آب تا نزدیک دهان آورد. فذکر آتش الحسین، آبها رو ریخت. عباس، تو زودتر از برادرت میخوای آب بنوشی؟ لبهای حسینت و فرزندان تشنه منتظر بردن آب توست، تو خودت رو میخوای سیراب کنی؟ به دریا پا نهاد و خشک لب بیرون شد از دریا. مروت بین، جوان مردی نگر، غیرت تماشا کن. ای سلام خدا بر تو ای ابوالفضل العباس. اجازه میخوام این چند شعر رو در محضرتون عرض کنم و صورتم به گنبد مطهرتون، نام مقدستون امشب زینت بخش مجلس است. ای باب الحوائج الی الله، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. یه اشعار رو دقت کنید، من در روزهای تاسوعا یا چهارم شعبان ولادت آقا ابوالفضل معمولا این اشعار رو میخوانم. عباس اون که ذاتش عاری بود از رذایل، در رتبه و جلالت معروف در قبائل، بلفضل کنیه اش شد چون بود بلفضائل، چون بود بین اقران ممتاز در شمائل، زین رو شد ملقب بر ماه آل هاشم. چیه ابوالفضل؟ حسب، نسب، اصالت چقدر است؟ ماهی که از سه خورشید نور و ضیا گرفته، آداب جنگجویی از مرتضی گرفته، حلم و وقار و تمکین از مجتبی گرفته، هم از حسین مظلوم رسم وفا گرفته، زین رو شد ملقب بر ماه آل هاشم. پس روند رخش همت. اشعار زیاد، من گلچین می کنم. بر آب شد مسلط این شبل پاک حیدر، در عین تشنکامی چون خواست لب کند تر، ناگه بیادش آمد از حالت برادر، با خویش گفت عباس از شرب آب بگذر، کین با طریق انصاف باشد بسی مصادم. این موقعیت ابوالفضل به خدا قسم، زهدش، تقوایش، علمش مانند وفایش، مانند ادبش. چطور می شود میثم تمارها، حجر ابن عدیها، شیعیان و اصحاب حضرت از علوم بلایا، منایا، امتیازات بهرمند بشوند؟ و اما ابوالفضل پاره تن امیرالمؤمنین که اونقدر حضرت مأنوس بودن که تمرین جنگی در 17-18 سالگی، جنگ صفین، خط مقدم جبهه، همه اینها از علومشون، از مزایای محضرشون برخوردارن. یعنی علم عباس مثل وفاش، ادبش، زندگیش، تقوایش. یا نقل شده است درباره تقوا و عبودیتشون که بعد عبودیت این خاندان رو شبها تشریح کردیم. میگن وقتی سر مبارک ابوالفضل روی میزه وارد بازار کوفه شد، وقتی نگاه میکردن بین عینیه اثر السجود. در جبهه ابوالفضل العباس با گرد و خاک و مسیر و تابش آفتاب نتوانسته بود اثر سجده پیشانی مبارک عباس را از بین ببرد. بین عینیه اثر السجود. اگر فرصتی هست
من یکی دو تا از کرامت های حضرت رو میگم. بنده دو سه دقیقه وقت داریم در خدمتتون هستم. فرصت کم است، من ذکر مصیبت مادرشون رو براشون عرض کنم. استفاده میکنی؟ فکر کنم توی سه دقیقه بعد ذکر مصیبت بفرمایید. بقی می نشست. می آمدن زنها توی آفتاب. عرضه می داشتن ام البنین میخوای گریه کنی، عزاداری کنی؟ بیا سایه بنشین. چرا تو آفتاب؟ داد میزد. میگفت زنها، شنیدم بدن حسینم مقابل آفتاب بود. من نمیام آفتاب بنشینم. ام البنین خدا به تو صبر بدهد، یه مقدار آرامتر گریه کن، کمتر اشک بریز. میگفت ام البنین یعنی مادر پسرها، من دیگه پسری ندارم. چرا به من میگید ام البنین؟ خودش روزه عباسشو میخورد. صدا میزد عباسم پسرم، مادر به من خبر دادن که عمود آهن به فرقت زدن. پسرم من در دامن خودم شجاع تربیت کردم. آن انسان شجاع نمیگذاره دشمن نزدیک بشه عمود به فرقش. چرا گذاشتی دشمن اینقدر نزدیک بشه؟ عمود به سرت بزنن اینقدر مادرتو بسوزانن. بعد خودش جواب میداد، میگفت ملبنین اول با مکر دو دست عباسمو جدا کردن، وقتی دست نداشت عمود آهن به فرقش زدن. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله یا کاشف الکر عن وجه الحسین اکشف کربنا به حق اخی. یا الله جان خیلی ممنون و متشکرم. و سیعلم الذین طلبوا آل محمد ای منقلبا ینقلبون. بسیار استفاده کردیم، خیلی زیبا بیان فرمودید از ابتدای اصل در حقیقت اون ادب آقا ابوالفضل عباس علیه السلام تا به انتها. و واقعا انشالله ما که نمیتونیم عین حضرت ابوالفضل علیه السلام باشیم، ولی چند گردی از تربت حضرت ابوالفضل علیه السلام و از اخلاق ابوالفضل عباس علیه السلام انشالله بر بدن ما و بر اخلاق ما هم بنشینه. و نسبت به امام زمانمون آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا وفادار باشیم و مؤدب. خیلی ممنون و متشکرم حضرت عالی. بینندگان عزیز ارجمند از شما هم سپاسگزارم. انشالله که فیض کامل رو برده باشید و استفاده کرده باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.